این جملات خیلی نارساس. سپاس و تشکر. جواب شما نمیدونم چی. برای من یک توفیق الهیه. من خدا رو شکر میکنم همیشه از این موهبتی که نصیب شد. این چند دههی گذشته و مردم عزیز وطن من رو فراموش نکردن، اصلا جایی صحبت نیست. سکوت بکنم بهتر. و امروز خیلی خوشحالم که بعد از سالها دوری از خانه خدا رو شکر میکنم. واقعا خدا رو شکر. خیلی خوشحالم آقای. این سوال شاید برای خیلی ها وجود داره که شما چرا از ایران نرفتید؟ شما خیال کنید من ناصر ولی‌پوتی تا طبقه پنجاهم در لاس وگاس چه میدونم دارم رفتم تو چکوزی یا دارم گوی بازی میکنم. من لذتی که من میده وقتی از زیر بازش معیر رد میشم اون لبویی اونجا داد میزنه لبو اون برای من لذت. خودم افتاق رو زمینه پدران و مادران ما در اینجا بودن. ما نسل ما لاغر ریشه داریم. ما هنوز پابند سنت ها و فرهنگی برستیم. ما علاقه من تصیم به در و دیوار کنیم. برای کجا من میرفتم که این احتراماتی که مردم مملکت دو من دارم انجام بودن. هر جا میرم محبت بکنم لطف کنم. با اونجا این آشناختی چی کار بکنم؟ این کارها چه کارهایی بوده؟ تو این سال انجام بودن؟ ببینیم ما بر ونک بودیم. اونجا خونه همون بزرگ بود یه ذره. پس کنم که گوشه هایتون یه اتاق کوچیک بود برای گاز رو نمیدونم چی دارم. اون وقتی که چیز شد بیدیم که کار نمیخواد بکنیم و حالا هر شدیم اونجا یه شیرینی فروشی درست کردیم. عاشق شدیم؟ میشه کسی عاشق نشده باشه؟ ولی مهم اینه که تا آخرین لحظه حیات عاشق بمونی. نمیدونم شاید جایز نباشه بگم ولی حیفه که بعض هنرمندان مملکت ما آسایش و رفاه نداشته باشه و باید به اینا رسید. اینا زندگیشون رو گذاشتن روی این کار. عاشقانه این کار رو دوست داشتن و در گوشی کنار پنهان اصلا روشون رو نمیشه بیاد. ولی آدمی که به حال مورد توجه بوده حالا اگه دست خالی باشه واقعا سخت. بله و این مشکل متاسفانه هست. افشای این برگودی چما بله نمیخواید افشای در این بکنیم ولی هست. درسته بله. ولی این مسئله سینما از انقلاب نسل جدید بازیگران بله نسل بسیار عالی بوده خیلی خوب بوده و اینی که ولی یه مطلب خاصی هست. البته واقعا این کارگردان ما اینها که برای تهیه کنندگان فیلم درست کردن قضایی رو یه جور کردن تا دیگه دلچسب بشه اگر بچن. ولی فیلم ایرانی به نظر من قهرمان رسید ما در طول تاریخ گرفتار زد و خوردهای زیادی بود. تاراج مملکت رو می اومدن هر گردنکشی می اومد یه کارهایی میکرد میرم جاش یکی دیگه میگیره. واقعی هم در زد خورد اون چون سر راه بودیم جای مرکزه و یک کشوری بوده که همه چی داشته واقعا قابل اهمیت بوده. یه قهرمان پیدا میشه در همین رفتن زیر چتر رو بود. مردم قهرمان دوست دارن به خصوص وقتی قهرمان آدم صادقی باشه آدم امینی باشه آدم دفاع بکنه عاشق اینم یعنی که هر خان قهرمان قشنگی. اگر این سینمای ما کمی هم به این مسئله رسیده بونه خیال میکنم دیگه بسیار. من خیلی دلم میخواد که راجع به همه چیز حرف بزنم ولی خب حالا شیرین ترین لحظه زندگی تو چی بود؟ اگه بگم الان بود دروغ نگفتم.
مطمئن باشید برای همه ما هم همینطوره. سویت لحظه زندگی ماست که در کنار شما، در خدمت شما. خیلی 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 ممنونم از اینکه تشریف آوردیم. واقعا جناب آقای ملکوتی، فکر میکنم بعد از یعنی اولین بار بعد از 40 سال گفتگو کرد. حالا همونم شما میگم من همینطوری خیلی آدم حسابی نیستم، درست راه نمیرم، ولی چشمون وقتی میفته به جمعیت و دوربین و فیلم و هرانی خاطرها روحیه بیرم.